پس از 4 ماه نیروهای امنیتی افغان و بین المللی وارد ولسوالی ناامن نوزاد ولایت هلمند گریدند و در حال حاضر زندگی عادی مردم دوباره آغاز گردیده است. در شهر در بعضی نقاط مردم دیده می شوند. ولسوالی نوزاد 4 سال جنگ را سپری نموده و به دست طالبان بود. هرچند در منطقه نوزاد ازدحام مردم دیده نمی شود. اما باشندگان این محل می گویند که مردم آرام آرام دوباره به خانه هایشان بر می گردند. در نوزاد هنوز هم در بسیاری از سرای ها و دکاکین اثرات جنگ هویداست. به گفته باشندگان این منطقه در جنگ های گذشته در مناطقشان خسارات مالی را متحمل شدند که باید جبران گردد. آنان می گویند ضرورت بیشتر دیده می شود تا امنیت منطقهشان تأمین گردد و در اطراف ولسوالی نوزاد نیز در قسمت امنیت توجه صورت گیرد. مکاتب فعال شده و کارها هم آغاز شده است. امنیت تا جای خوب است، اما امنیت سرتاسری در نوزاد نیست. به گفته مقامات در تمامی ولسوالی نوزاد ده ها مکتب بازگشایی گردیده و در حال حاضر هزاران شاگرد مصروف آموزش می باشند که یک بخش آن را دختران تشکیل می دهد. بعضی از بزرگان قومی می گویند که تمامی راه های مواصلاتی برای مردم مسدود می باشد و آنان نمی توانند با آسانی به خانه هایشان برگردند. راه ها را باز نمایند که مردم دوباره بیایند. راه ها بسته است و طالبان نمی گذارند و برای ما مکاتب را بسازند و معلمین استخدام شود. بعد طبقه اوناست به خاطر که مردها به دختران تدریس می کنند. معاون سیاسی و نظامی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا بر روز یکشنبه سفر به ولسوالی نوزاد ولایت هلمند داشت که با مقامات حکومتی و مردم دیدار نمود. وی در صحبتهایش تاکید نمود که در رابطه به ولسوالی نوزاد به مقامات بلندپایه ایالات متحده آمریکا گزارش خواهد داد. یک بخش مهم تلاش های ما این است که تا اطمینان بدهیم که در بخش بازسازی کمک می نماییم. من دقیقا این پیام را دوباره با خود به واشنگتن می برم که با نوزاد و دیگر مناطق چگونه کمک نماییم. این مقام آمریکایی با بزرگان قومی نوزاد نیز در یک نشست بزرگ در رابطه با پاکسازی ماین ها وعده نموده گفت به همکاری مؤسسات ماین پاکی مردم را در منطقه آموزش خواهند داد و گفت در این مورد کارها را به طور جدی آغاز می کند. باشندگان نوزاد می گویند در چهار اطراف این منطقه ماین ها بیشتر است و هر روز قربانی می دهد. اما ولسوال نوزاد می گوید در اینجا ماین ها بسیار است. ما با ماین ها مشکلات فراوان داریم و یک تعداد کودکان و زنان و باشندگان بیگناه به شهادت رسیده اند. این مشکلات را داریم. باشندگان ولسوالی نوزاد ولایت هلمند می گویند در کنار این که مشکل ماین در این ولسوالی دیده می شود به 14 کار زراعتی خسارت زیادی وارد آمده است و در هر بخش مردم آسیب زیادی را متحمل شدند. آنان از مقامات حکومت افغانستان خواهان توجه جدی در امر بازسازی و کمک به مردم می باشند. ریم میرزا، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.